درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. در دومین روز از ثبت نام برای شرکت در دوره تازه انتخابات ریاست جمهوری ایران، علی لاریجانی و عبدالناصر همتی ثبت نام کردند. جمعی از قانونگذاران هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه پیشنویس یک طرح قانونی به نام قانون توماژ را به منظور وضع تحریم‌های هدفمند علیه قضات دادگاه‌های انقلاب ارائه کردند. پلیس آلمان مهاجمی را که با چاقو به طرفداران راست افراطی حمله کرد، با شلیک گلوله از پای درآورد. سوئد جمهوری اسلامی را به استفاده از باندهای تبهکار برای اقدامات خشونت‌آمیز در آن کشور متهم کرد. هیئت منصفه دادگاه کیفری نیویورک دونالد ترامپ را در تمامی موارد اتهامی مجرم شناخت و آزمایش بالینی اولین واکسن سرطان جهان در بریتانیا آغاز شد. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز جمعه 31 ماه می 2024 میلادی برابر است با 11 خرداد ماه سال 1403 خورشیدی. در دومین روز از ثبت نام برای شرکت در 14 انتخابات ریاست جمهوری که به دلیل مرگ ابراهیم رئیسی باید اجرا شود، علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و عبدالناصر همتی رئیس کل پیشین بانک مرکزی و نامزد انتخابات دوره قبل ثبت نام کردند. لاریجانی در حالی برای این دور از انتخابات ثبت نام کرد که شورای نگهبان صلاحیت او را برای انتخابات دوره 13 ریاست جمهوری در سال 1400 رد کرده بود. علی مطهری نماینده سابق مجلس که داماد خانواده لاریجانی است، در آن زمان علت رد صلاحیت او را حضور دخترش در آمریکا عنوان کرد. بعد از ظهر جمعه رسانه‌ها تصاویری از حضور عبدالناصر همتی برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری منتشر کردند. همتی تنها نامزد نزدیک به جناح اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 بود که در رقابت باقی ماند و در نهایت تنها حدود 2.5 میلیون رای به دست آورد و بعد از ابراهیم رئیسی، آرای باطله و محسن رضایی در رده چهارم قرار گرفت. عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های نماز جمعه 11 خرداد خود با اشاره به ادامه حملات اسرائیل به غزه گفت در سفرش به ترکیه از حملات به رفح آگاه شده است. وی با بیان اینکه همه دنیا علیه اسرائیل شده اند تاکید کرد که امنیت جهان تنها با حل مسئله فلسطین حاصل می شود. مولوی عبدالحمید که برای درمان به ترکیه سفر کرده بود گفت که در این مدت به توصیه پزشکان به اخبار دسترسی نداشته و نزدیکانش هم او را در جریان همه خبرها قرار نمی دادند. امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های امروز خود با اشاره به اینکه در رابطه با موضوع رفح اطلاع یافته که اسرائیل بدترین حملات را در این منطقه علیه فلسطینیان انجام داده گفت در این حملات از بمب‌های استفاده شده که منجر به سوختن مردم شده و به همین دلیل همه دنیا علیه اسرائیل شده است. وی به همه احزاب، گروه‌ها و طرف‌های درگیر در مسئله فلسطین توصیه کرد که تلاش کنند تا جنگ متوقف شود. وی تاکید کرد که خاورمیانه به هیچ شکل تحمل جنگ ندارد و دنیا باید اسرائیل را متقاعد کند تا آتش بس را قبول کند. نیکی هیلی سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد در دولت دونالد ترامپ در یک مصاحبه گفت که اعضای کلیدی سپاه پاسداران را باید حذف کرد. خانم هیلی در گفتگو با روزنامه دست راستی اسرائیل هیوم چاپ تل‌آویو در شماره روز جمعه 11 خرداد گفت که تحریم‌هایی که برای ایران تعیین شده عملاً پیگیری نشده و به تهران امکان داده تا برنامه هسته‌ای خود را دنبال کند. او گفت تحریم‌هایی که در نظر گرفته شده باید اجرایی شود و تحریم‌هایی را هم که لغو شده برگردانده شود. نیکی هیلی افزود که کار دومی که باید انجام شود تعقیب اعضای کلیدی سپاه پاسداران است تا آنها ضعف خود را احساس کنند. این چیزی است که تا به حال با آن روبرو نبودند. دونالد ترامپ گفته است که برای نیکی هیلی رقیب ناکام خود نقشی در ادامه کارزار انتخاباتی قائل است.
نیکی هیلی که در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه رقیب ترامپ به حساب می‌آمد، به تازگی اعلام کرده که در انتخابات ریاست جمهوری به دونالد ترامپ رأی خواهد داد. عده‌ای از تحلیلگران معتقدند که او به امید مقام معاونت ترامپ چنین اظهار نظری کرده است. جمعی از قانونگذاران هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه روز جمعه پیشنویس یک طرح قانونی به نام قانون توماج را به منظور وضع تحریم‌های هدفمند علیه قضات، دادستان‌ها و بازپرس‌های دادگاه‌های انقلاب ارائه کردند. از دیگر اهداف طرح، هدف قرار دادن افسران سرکوبگر برای کاهش بدرفتاری دستگاه قضایی ایران یا به اختصار قانون توماج، پایان فوری محاکمه‌های ساختگی، محرومیت دسترسی به وکیل، اعترافات اجباری، شکنجه و تمامی دیگر موارد رایج نقض حقوق بشر در نظام قضایی جمهوری اسلامی و همچنین آزادی فوری همه زندانیان سیاسی عنوان شده است. در پیشنویس طرح مزبور به محدودیت نظاممند و مستمر توانایی شهروندان ایرانی برای برخورداری از آزادی‌های بنیادین خود بدون ترس از مجازات اشاره شده است. دیوان عالی کانادا بررسی پرونده تجدید نظر در مورد درخواست خانواده‌های قربانیان پرواز PS752 هواپیمای اوکراینی برای توقیف دارایی‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران به نفع آنها را رد کرد. اردشیر زارع‌زاده، حقوقدان و از مشاوران حقوقی این پرونده گفت از دیوان عالی ایالت آنتاریو درخواست کرده بودند که از اموال و دارایی‌های جمهوری اسلامی برای پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان پرواز PS752 استفاده کنند که این درخواست رد شد. بر اساس حکم صادر شده در دو دادگاه عالی آنتاریو، مجموع مبلغی که در احکام خسارت به خانواده‌های 14 قربانی تعلق گرفته نزدیک به 250 میلیون دلار است. جمهوری اسلامی در هیچ یک از دو دادگاه از خود دفاع نکرد و حکم به صورت غیابی صادر شد و غرامتی هم پرداخت نشده است. اردشیر زاده توضیح داد که قوانین کانونی کانادا در برخورد با دولت‌هایی که به شهروندان کانادایی تعرض می‌کنند و در قتل، جنایت و ترور نقش دارند، خلأهایی دارد. او گفت در مرحله بعد بر اساس حکمی که در دست دارند پرونده را در اروپا و کشورهای دیگری که جمهوری اسلامی در آنجا اموال مستقیم دارند پیش خواهند برد. به گزارش CBS، در جریان راهپیمایی شماری از طرفداران احزاب راست افراطی در شهر مانهایم در آلمان، چندین فرد مورد اصابت چاقو قرار گرفتند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، صبح جمعه مردی جوان به چند فعال ضد اسلامی حمله کرد. در جریان این حمله یک مأمور پلیس هم زخمی شد. گزارش ها حاکی است که فرد مهاجم با شلیک نیروهای پلیس آلمان کشته شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه‌ای جنجال برانگیز با یک شبکه خبری خصوصی در فرانسه گفت پیروزی ما پیروزی شماست. پیروزی ما پیروزی اسرائیل در برابر یهودی ستیزی است. این پیروزی تمدن یهودی مسیحی در برابر بربریت است. این پیروزی فرانسه است. نتانیاهو این سخنان را به زبان فرانسه عنوان کرد و افزود که اسرائیل سنگر در برابر تروریسم است که در واقع غرب را هدف گرفته است. نخست وزیر اسرائیل در مورد تلفات غیر نظامیان گفت که حماس از غیر نظامیان به عنوان سپر حفاظتی خود استفاده می کند و مقصر است. نتانیاهو در ادامه مصاحبه درباره شرط خود برای پایان جنگ غزه هم توضیح داد و تصریح کرد اگر حماس سلاح‌های خود را بر زمین بگذارد و گروگان‌ها را آزاد کند، می‌توان سریع به نبرد تا خاتمه بخشید و در عرض 5 دقیقه به آن پایان داد، اما آنها این کار را نمی‌کنند. هزاران تن در پاریس بلافاصله بعد از اعلام زمان پخش مصاحبه نتانیاهو در مقابل مرکز این شبکه تلویزیونی تجمع کردند و شعار اسرائیل قاتل و مکرون هم دست زدند. آمریکا و آلمان به اوکراین اجازه دادند از تسلیحاتی که آنها در اختیار این کشور قرار داده اند برای هدف قرار دادن اهدافی در داخل خاک روسیه استفاده کند.
خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه به نقل از 4 مقام آمریکایی گزارش داد که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بی سر و صدا به کیف اجازه داده که از تسلیحات نظامی آمریکا در حملات به پایگاه‌های نظامی روسیه در داخل این کشور که از آنجا شهر خارکیف اوکراین هدف قرار گرفته می‌شود استفاده کند. این 4 مقام آمریکایی به شرط عدم انتشار نام خود گفته بودند که تصمیم بایدن تنها در مورد اهدافی در روسیه و در نزدیکی نقطه مرزی آن با منطقه خارکیف صادق است که نیروهای روسی از آنجا حملات خود به اوکراین را ترتیب می‌دهند. روز جمعه خبرگزاری فرانسه هم به نقل از سخنگوی اولاف شولتز صدراعظم آلمان اعلام کرد که برلین به اوکراین اجازه استفاده از تسلیحات این کشور برای اهدافی در داخل خاک روسیه را داده است. بینندگان عزیز، در لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. با ادویه جوجه کباب صدف، تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه های مناسب میبریم، کمی روغن اضافه میکنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون میپاشیم و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ میکشیم. خب، آتیش هم که آماده است. حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم، غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیر بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. در حالی که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از رؤسای جمهور آمریکا و چین خواسته است که در نشست صلح شرکت کنند، خبرگزاری رویترز امروز جمعه به نقل از 4 منبع مطلع اعلام کرد که پکن به دلیل برآورده نشدن خواستش مبنی بر مشارکت هر دو کشور روسیه و اوکراین در این نشست در آن شرکت نمی کند. قرار است که نشست دو روزه صلح ماه آینده میلادی در سوئیس برگزار شود. زلنسکی روز یکشنبه این هفته از جو بایدن و شی جین پینگ رؤسای جمهوری آمریکا و چین خواسته بود که در نشست صلح سران شرکت کنند. بنابر گفته 3 مقام آمریکایی، جت‌های جنگی و ناوگان ایالات متحده و بریتانیا، شماری از تأسیسات و پایگاه‌های زیرزمینی، پرتابگرهای موشک، مراکز فرماندهی و یک فرماند کشتی شورشیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی را زیر آتش گرفتند.
علاوه بر این 8 پهپاد در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن که تهدیدی برای نیروهای آمریکا و گروه‌های ائتلافی به شمار می‌رود، هدف این حملات قرار گرفتند. به گزارش رسانه‌های یمن، در یکی از این حملات به ساختمان ایستگاه رادیویی در شهر بندری حدیده دست کم 2 تن کشته و بیش از 30 تن زخمی شدند. یحیی سریع، سخنگوی نظامی حوثی‌ها، روز جمعه 11 خرداد ماه اعلام کرد که این شبه نظامیان به ناو هواپیمابر آمریکایی آیزنهاور در دریای سرخ حمله موشکی کردند. این حمله در پاسخ به حملات هوایی آمریکا و بریتانیا به مواضع حوثی‌ها در استان‌های صنعا، حدیده و تائز در یمن انجام شد. سریع گفت که نیروهای موشکی و دریایی حوثی‌ها عملیات نظامی مشترکی را علیه ناو هواپیمابر آیزنهاور اجرا کردند که با استفاده از موشک‌های کروز و بالستیک انجام شد. حوثی‌ها تهدید کردند که در پاسخ به حملات آمریکا و بریتانیا شمار حملات خود به ناوبری دریایی را افزایش خواهند داد. سرویس امنیتی سوئد ساپو اعلام کرده که جمهوری اسلامی برای ترتیب دادن اقدامات خشونت‌آمیز علیه افراد، گروه‌ها و کشورهای دیگر در سوئد از باندهای تبهکار استفاده می‌کند. بنا به اعلام ساپو، جمهوری اسلامی به تازگی منافع دیگر کشورها به ویژه اسرائیل را در سوئد هدف گرفته و به دنبال آن است که علیه گروه‌ها و افراد مخالف جمهوری اسلامی در خارج از ایران اقدام کند. رئیس سرویس امنیتی سوئد در یک کنفرانس خبری گفت سرویس امنیتی سوئد تایید می کند که برخی باندهای تبهکار در سوئد گروه های نیابتی جمهوری اسلامی هستند، اما وزارت امور خارجه ایران به درخواست رویترز برای پاسخگویی در این مورد واکنشی نشان نداده است. OpenAI در گزارشی اعلام کرد که حساب‌های وابسته به جمهوری اسلامی را کشف و حذف کرده است. این حساب‌های کاربری از فناوری هوش مصنوعی این شرکت برای انتشار محتوای پروپاگاندا استفاده می‌کردند. گزارش این شرکت نشان می‌دهد که یک گروه پوششی رسانه‌ای با نام اتحادیه بین‌المللی رسانه‌های مجازی با سوء استفاده از خدمات ChatGPT از آن برای نگارش و ویرایش مقالات، تهیه عناوین خبری و بخش‌گذاری محتوا بهره می‌برده است. این مقالات بلند که به زبان‌های انگلیسی و فرانسه تولید می‌شدند، اغلب موضوعاتی ضد آمریکا و اسرائیل داشتند و از فلسطین، محور مقاومت و سیاست‌های جمهوری اسلامی حمایت می‌کردند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گفته است که در چارچوب تبادل اسرا 75 اسیر جنگ اوکراینی امروز جمعه از روسیه آزاد شده و به خانه‌های خود بازگشتند. به گفته زلنسکی، از 75 اسیر اوکراینی آزاد شده، 4 تن غیر نظامی و بقیه از نیروهای مسلح، گارد ملی و گارد مرزی بودند. زلنسکی افزود که در این تبادل اسرا 75 اسیر روسی هم آزاد شده و به مسکو تحویل داده شدند. پایگاه خبری RBS به نقل از نماینده پارلمان اوکراین نوشت که اوکراین به عنوان بخشی از یک توافق تبادل اسرا اجساد 45 سرباز را هم به روسیه تحویل داده است. هیئت منصفه دادگاه کیفری نیویورک دونالد ترامپ را به اتهام جعل سوابق تجاری برای سرپوش گذاشتن بر پرداخت حق سکوت به استورمی دانیلز، بازیگر فیلم‌های پورن، در 34 فقره مجرم شناخت. ترامپ اولین رئیس جمهوری آمریکا است که در دادگاهی کیفری محاکمه و مجرم شناخته می‌شود. هیئت منصفه 12 نفره بعد از 2 روز رایزنی به اتفاق آرا، ترامپ را در تمامی 34 اتهامی که به او وارد شده بود مقصر و مجرم شناخت. قاضی خوان مچان، قاضی این پرونده، حکم دادگاه را روز پنجشنبه 11 جولای 21 تیر ماه اعلام خواهد کرد. دونالد ترامپ در اولین واکنش به تصمیم هیئت منصفه گفت که حکم نهایی او در ماه نوامبر و در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اعلام خواهد شد. واشنگتن اعلام کرد که به گزارش وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون تجزیه و تحلیل لاشه موشک‌ها برای اثبات اتهامات مطرح شده علیه مسکو از چند ماه پیش نشان داد که روسیه از موشک‌های بالستیک ساخت کره شمالی در جنگ علیه اوکراین استفاده کرده است. آژانس اطلاعات دفاعی پنتاگون با تکیه بر تصاویر منابع باز تایید کرد که بخش‌هایی از لاشه موشک‌های پیدا شده در منطقه خارکیو در شمال شرق اوکراین در ماه ژانویه متعلق به یک موشک بالستیک کوتاه برد ساخت کره شمالی است. برندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید.
درست انتخاب کنید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. در کلینیک سوکال میدسپاس زیر نظر دکتر مهناز جمالی می توانید از خدمات بی‌نظیر این کلینیک بهره مند شوید. خدماتی همچون لیزر مو، بوتاکس، فیلر، شفاف سازی و جوان سازی صورت، بوتاکس های درمانی، عظم سازی بدن و کاهش وزن. برای کاهش وزن شما می توانید با استفاده از سماگلوتاید در کوتاه ترین مدت زمان به وزن دلخواهتون برسید. پکیج کامل زیبایی و جوانی خود را در کلینیک سوکال مدسپاس تجربه کنید. شماره تماس 562-459-7043. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران. دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال میکنیم. با شدت گرفتن موج گرما در هند، تا کنون دست کم 54 تن جان خود را در نقاط مختلف این کشور از دست دادند. دادگاه ایالت راجستان از دولت هند خواست تا وضعیت اضطراری ملی اعلام کند. سازمان خدمات درمانی ملی انگلیس میگوید آزمایش بالونی واکسن‌های شخصی سازی شده سرطان را آغاز کرده است که بر اساس آن هر فرد مبتلا به سرطان واکسن متناسب با تومور خود را دریافت خواهد کرد. به گزارش رسانه‌های بریتانیایی، در آغاز این طرح انقلابی یک مرد 55 ساله و پدر 4 فرزند که به دلیل ابتلا به سرطان روده بزرگ تحت عمل جراحی قرار گرفته بود، اولین واکسن سرطان را در یک بیمارستان شهر برمنگام دریافت کرد. تا کنون 30 بیمارستان در طرح واکسن سرطان سازمان خدمات درمانی ملی انگلیس ثبت نام کرده و ده‌ها تن برای شرکت در آزمایش‌های بالونی این واکسن اعلام آمادگی کردند. انتظار می‌رود که هزاران تن دیگر در سال آینده در این طرح مشارکت کنند. به گزارش روزنامه گاردین، این واکسن‌ها که هدفشان ارائه یک درمان دائمی برای سرطان است، به صورت سفارشی برای هر بیمار و ظرف تنها چند هفته ساخته می شود. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر می کنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو می کنم.